بیایم بریم از یه صفحه پارامتری رو بفرستیم به یه صفحه دیگه. خب یعنی چی؟ یه صفحه دارم به نام فرست، یه صفحه دارم به نام سکند. این سکند رو من پاک میکنم، میام اینجا رو جنریت میکنم HTML رو، یه تگ A میذارم و برمیگردم میگم شما بیا برو به صفحه سکند.php. اینجا هم نمیسم پلیز مثلا کلیک می. خب و اینجا پارامترم رو این در واقع مقدار رو میفرستم. حالا میبینیم چجوری. همین اینجا یه رفرش میکنم، اینو که بزنم رفت تو اینجا، درسته؟ برمیگردم اینو هم پاک میکنم، اینجا احتیاج میکنم. خب اینجا که میبینید اینجا داره نمایش داده میشه، هیچ پارامتری با خودش نمیبره، ولی من میتونمش پارامتر بفرستم. چجوری؟ یاد گرفتم دیگه. بیاید اینجا یاد نمایش سوال بذارید، مثلا میگم آیدی مساوی با 10 و مثلا آی پی مساوی با 192.168.1 و مثلا یوزرنیمش مساوی با مثلا 100، یه همچین مقدار. خب چه اتفاقی میفته؟ هیچی، اما شما یه رفرش که بخواید این برای بزنید ببینید تمام اطلاعات با خودش برد و شما میتونید تو صفحه سکند تو اینجا بیاد اطلاعات رو بخونیم. میان اینجا دونه دونه میدونیم آیدی داره، میان برمیگردم یه متقاعد دارم به نام آیدی get مقدار آیدی، یه دونه میدونم متقاعد دارم به نام آی پی، از کجا میدونم؟ میدونم دیگه، اینجا میان میبینم آی پی و داره قبل get مقدار آی پی و یه دونه مقدار در واقع یوزر نیم داره که من بیام اینجا میدونم داره قبل get میام اینجا برمیگردم میگم اکو مثلا H1 و میام مثلا میگم دلار آیدی کنترول دی دلار آی پی کنترول دی در واقع یوزرنیم میزنم و هر ستاش رو همین راحتی میخونم. خب این نحوه ترفند خوندن از اون سمت به این سمت، یعنی شما میتونید به این شکل اطلاعات رو از اون بر به این ور بخونید و چاپش بکنید. خب اینا در واقع دو تا مدلی که توی جت ما میتونستیم استفاده کنیم و نمایشش بدیم. میتونستیم اینجا رو هم در واقع چون اینا عددی هستند چی بذاریم؟ اینت ول، این به این شکل که نتونه در واقع دستکاری بکنم و بیاد عوض کنه محاویرش رو. حتی این رو یوزنه ما در واقع عدد گذاشتیم، میتونست در واقع اینت ول مقدارش رو به این شکل باشه و خیال راحت بزنیم و به این مقدار برگرد. خب اینت در واقع اینت ور که دارید میذارید چیز میکنه دیگه، نباید اینت ور بسشتم این رو، چون دات دارید میذارید، مقدار دات رو که دارید میذارید این تابش به این شکل تعریف شده که دات که میرسه در واقع میبردش. این رو استرینگ میخونه، اصلا همچون مقداری برای شریف نشده است دیگه و اینتیجر همچون مقداری نداره. 192 میتونه به عدد ولی بقیهش رو در واقع میاد کست میکنه دیگه، فکر میکنه این 192.168 این در واقع 168000 و بقیه هم کسی نمیبینه. اینجا این رو میاد کستش میکنه، خب کست میکنه به اینتیجر. به این شکل در واقع ما تونستیم اطلاعات رو بخونیم. بریم با دالر پست داشته باشیم و کلی با دالر پست کار کنیم.